افشاگری گیتی معینی در مورد مهران مدیری و بهار رهنما و مادرش و ماجرای نامردی که این افراد در حق این بازیگر پیشکسوت کردن و لعن و نفرین و گریه‌ای که این بازیگر به خاطر رفتار این افراد توی یه برنامه زنده انجام دادش. با ما تو این ویدیو همراه باشید. ماجراشو براتون میگم. برای اینکه ویدیو جنجالی بعدی رو هم از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال زرد تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. گیتی معینی بازیگر 76 ساله و پیشکسوت سینما و تلویزیون توی مصاحبه‌ای که با شبکه تیوی پلاس داشتش افشاگری عجیبی راجع به مهران مدیری، بهار رهنما و مادرش پروین قائم مقامی داشتش. گفت من با مهران مدیری یه بار همکاری داشتم، توی شرایط بد جسمی که درد زانوی شدیدی داشتم مجبور شدم کلی قرص بخورم و به خاطر شرایط مالی و نیاز مالی که داشتم همکاری با مدیری رو قبول کردم و رفتم سر کارش و 10 روزی هم با شرایط سخت توی سرمای پاییز نیاوران باشون همکاری داشتم و جلوی دوربین رفتم، ولی به یک باره بدون اینکه توضیح به من بدن گفتن که از فردا دیگه سر کار نیا، برو خونه بهت خبر میدیم. مدت ازش گذشت و بهم خبری ندادن و بعدا از یکی از بچه های پشت صحنه فهمیدم که نقش من رو دادم به مادر بهار رهنما و به خاطر لابی که قاسم خانی و بهار رهنما با مدیری انجام دادن نقش رو از من گرفتن و دادن به اون و یه جورایی نون من رو بریدن و پول من رو خوردن. با اینکه خیلی تو شرایط سختی بودم و نیاز مالی داشتم و با کلی قرص و زانو درد رفته بودم سر صحنه اون فیلم رو بازی کردم و موندم که چطوری اونا مولا علی گفته که رگ ببر ولی نان نبر. میخوام با اون خانم بازیگر بگم که چطوری تونستی که جای من بازی بکنی و نقش رو از من بگیری. امسالم توی جشنواره فجر همه به من گفتن که تو سیمرغ رو بردی، حتی آقای پرویز پرستویی با من تماس گرفت و تبریکم بهم گفت، ولی مثل اینکه دقیقه 90 لابی کردن و سیمرغ دادن یکی دیگه. من با وجود سن بالایی که دارم به خاطر اینکه سرپرست خانواده‌ام مجبورم که کار بکنم چون پولی به ما نمیدن. من از رادیو کلن 2 میلیون میگیرم به خاطر گویندگی، 400,000 تومان هم وزارت ارشاد به ما میده و مجبورم برای گذران زندگی حتی الان هم کار بکنم، وگرنه واقعا لنگ میمونم. صحبت های تأمل برانگیزی خانم گیتی معینی انجام دادن. حتما نظرتون راجع به این صحبت هایی که انجام دادن و شرایطی که دارن حتما تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید. اگرم از ویدیو خوشتون اومد که حتما لایکش بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم تماشا کنید.